دهم تیر ماه 1327 در تهران متولد شدم. موسیقی رو از سن 3 سال و نیمم بود شروع کردم با ساز تنبک. خواهرم سنتور می نواختن و منم روی سینی ریتم می گرفتم. معلم خواهرم آقای خالدی متوجه شدم، میمدن منزل درس می دادن. نگفته نماند مادر خود من از نوجوانی ویولون می زدن. بعد من شروع کارم با تنبک بود و اولین هدیه‌ای که گرفتم یه تنبک خیلی بزرگ بود نسبت به سنم، که مثلا خب بچه 3 سال و نیمه خیلی کوچولوه، ولی تنبکش برای تنبک یه آدم مثلا 15-16 ساله بود. تنبک کوچیک مثل که موقع نبود بر من، پدرم تهیه کرده بودن و من با این شروع کردم با معلمم آقای خالدی، خدا رحمتشون کنه، اخیراً 2 ماه پیش فوت شدن، نصرالله خالدی. پدرم اهل شعر بودن، درس وکالت میخوندن. مادر من خب اون موقع تا سواد اونجوری نداشتن، گذاشتن تا کلاس سیکل درسشون رو خوندم، بعد گذاشتنشون کلاس ویولون. و میگم به این صورت ما در یه خانواده خیلی فرهنگی و چیز بزرگ شدیم. الان تقریبا میتونم بگم که تمامی خانواده من اهل موسیقی هستن. من بعد از اینکه مدرسه‌مو تموم کردم، مرا به هنرستان موسیقی ملی بردند. اون موقع در خیابان سزاوار بود. چه سالی بود؟ چند سالتون بود؟ من دیگه 12 سالم میشد دیگه، فکر میکنم 11-12 ساله بودم. رفتم اونجا و از اونجا شروع کردم به یادگیری ساز ویولون آقای لویجی پازاناری. مایسترو ارکستر سمفونیک بودن ایشون اون موقع. من ویولون رو از ایشون شروع کردم و 1 سال اول اونقدر موفقیتم بالا بود که به من کلی هدایا از قبیل مثلا زیشونهی و سیم پلاس رو نمیدونم، کلیفون رو نمیدونم، خیلی چیزای اینجوری به من از طرف مدرسه هدیه دادن. یک مبلغی رو در ماه تعیین کردن، 30 تومن، 30 تا تک تومانی در ماه به من بدن که کمک هزینه تحصیلیم بشه. در اون موقع بچه هایی که سایی بودن کمک هزینه میدادن. گاهی اوقات 9 شب در هنرستان میموندم. استاد دهلوی به من اجازه داده بود، چون ساز قانون نداشتیم، در منزل میموندم و بعضی از بچه‌ها مثلا سازای بادی می‌زدن و تو منزل نمیشد کار کنن، یه اتاق در اختیارشون گذاشتن. بابای مدرسه در قفل می‌کرد و اون شخص تو اتاق بود، سازشو می‌زد. یک بار بابای مدرسه یادشون رفت که من توی کلاس هستم و من تا ساعت 3:30 در همون کلاس مونده بودم، سازم میزدم و خب مامانم اینام خیلی دلواپس شده بودن، ناراحت شده بودن و بابای مدرسه همون یادش افتاده و پاشده اومده بود در باز کرد و اینا و خلاص منو رسوندن. و دیگه مامانم همه جا، پدرم مامانم همه جا رو گشته بودن از
کلانتری و از نمیدونم، نمیدونستن که خب من اونجا. به هر حال ما این چیزا رو کشیدیم. یک سال من اونجا بودم، بعد استاد دهلوی شدن مدیر هنرستان که ایشون این مقرری و این چیزا رو تعیین کردن و من کلاس هشتم بودم. یه روز صدای ساز قانون رو شنیدم، البته نمیشم قانونه، چون قانون جزء سازهای اصلی ما نبود، جزء سازهای دوم بود، عود و قانون و قیچک و نمیدونم خیلی از این سازهای اینجوری، چون یه رپرتوار خاصی نداشت، هیچ متدی نداشت، هیچی نداشت، اجازه نمیدادن که به عنوان ساز تخصصی استفاده بشه. من صدای این ساز رو که شنیدم رفتم دفتر ناظم مدرسه‌مون جناب گلزاری و گفتم که این ساز کیه در اون طرف حیاط اون اتاق فلان. گفتن که این ساز قانونه. گفتم که من صدای این ساز خیلی دوست دارم، میشه من برم سر کلاس ببینم؟ رفتم و حالا اون تکنیک نواهای موسیقی، نواهای موسیقی ایرانی با تکنیک عربی نواخته میشد، ولی من بازم شیفته صدای این ساز شده بودم و اصرار کردم که حتما حتما من برم و این ساز رو بذارم. خب اون موقع از کلاس دهم به ما اجازه میدادن ساز دوم انتخاب بکنیم، منتها چون من ویولونم خیلی خوب بود اجازه دادن و من رفتم کلاس قانون و کم کم یه مقداری گرایشم به طرف قانون بیشتر شد. کلاس نهم رو که تموم کردم برای تا اون موقع موسیقی کلاسیک می‌زدم، البته پیش آقای جورج مارتیوسیان هم زدم، چون آقای لویجی رفتن از ایران، پیش آقای فرید فرجادم رفتم، بعد رفتم کلاس دهم خدمت استاد تجویدی و آقای رحمت الله بدیعی، چون ما از کلاس مختلف میتونستیم استفاده کنیم. اول اینکه من موسیقی کلاسیک خیلی دوست دارم، خیلی، غیر از موسیقی ایرانی، و من به همه موسیقی ها گوش میکنم و به همین دلیل هم همون موقع هم من فکر میکردم که چرا با قانون نمیشه که چیزای دیگه اجرا کرد، چون میگم تکنیک موسیقی کاملا ایرانی روی این ساز نبود، چون استادم آقای مفتاح خودشون رفته بودن بغداد، ویولون هم که میزدن یه مقدار اون قطعه‌ای که مربوط به موسیقی ایرانی میشد با تکنیک عربی پیاده میکردن و یه متدی هم نوشتن، یه جلد متد که از رو همون به ما دستنویس درس میدادن و ما همونا رو کار میکردیم. منتها من همش فکر میکردم چرا نمیشه موسیقی ایرانی روی این ساز اجرا بشه. و کلاس تلفیق و شعر و موسیقی که می رفتم خدمت آقای دهلوی، سعی می کردم قطعه هامو با قانون تطبیق بدم و بنویسم. خب ایشون هم از این ذوق من بی خبر نبودم، منتها بهشون گفتم که آقا من میخوام سازم رو تغییر بدم. گفتن نمیشه. گفتم که خب اگر تغییر ندین من امتحان ویولون نمیدم. آقای دهلوی هم خب خیلی آدم سریو جدی و خیلی چیز بودن، گفتن که خب ندین، از هنرستان اخراجتون میکنیم. حالا من یه شاگرد خیلی خوبی بودم ولی نرفتم امتحان بدم. خرداد ماه نرفتم امتحان بدم، شهریور تجدید شدم، شهریور ماه قرار شد امتحان بدم، بازم نرفتم امتحان بدم. آقای دهلوی منو ردم کردن. یک سال تو هنرستان من رد شدم، فقط سال بعد میرفتم کلاس های موسیقی. خب درس هم قبول شده بودم، میرفتم کلاس های موسیقیم و سولفژ و تئوری و مطالبی که مربوط ساز و مطالبی که مربوط به ساز بود. من الان فکر میکنم کاش 10 سال رد شده بودم و بیشتر در هنرستان میبودم. خیلی
استفاده بردیم از هنرستان و از استادایی که در اون موقع بودن و به ما کمک میکردن. استاد فخر دینی بودن، استاد پورتراب بودن، خیلی خیلی استادای خیلی خوب داشتیم، خود استاد دهلوی بودن. به هر حال دیپلممو از هنرستان گرفتم رو ویولون، رو ویولون بل اجبار. و در ضمن رشته آهنگسازی رو هم به ما آقای دهلوی تدریس میکردن و من کم کم میگم یه چیزایی رو، البته کتابام هم چند تا از اون قطعه های اون زمان رو آوردم و نوشتم به همون صورت ساده همون موقع برای کتاب اولم نوشتم. من همزمان موقعی که در هنرستان درس میخوندم در 5 تا گروه فرهنگ و هنر استخدام شدم. ارکستر بانوان به سرپرستی خانم اوفلیا پرتو. موقعی که ما فارغ التحصیل شدیم از فارغ التحصیل خانمای فارغ التحصیل هنرستان یه ارکستری تشکیل شد به اسم ارکستر بانوان، مرحوم فروتن راد که خودشون هنرمند و استاد بودن این ارکستر رو سرپرستی میکردن و بعد آقای پورتراب، مصطفی پورتراب این ارکستر رو داشتن که من تو اون ارکستر خودم پیانو میزدم. خانمای دیگه هم اضافه شده بودن و برنامه داشتیم. سال 46-47 این ارکستر رو به من واگذار کردن. 10 سال این ارکستر فعال بود، از شاگردای هنرستانم اضافه کردیم به این ارکستر، خانمای هم دوره های منم بودن، همه جوانترام بودن و این ارکستر همپای ارکسترای دیگه فعال بود. گروه تنبک که من خب با استاد تهرانی هم کنارشون نشستم و ساز زدم و استاد اسماعیلی که بعداً در هنرستان استاد تنبک خود من شدن، محمد اسماعیلی بله. و دفعه یه مقداری یاد گرفتم، کار کردم، دفعه می زدم، تنبک می زدم کنار آقای علیزاده، کنار آقای روشن روان، کنار آقای تهرانی، اسماعیل واسقی، آقای طلایی، شهین اسدنیا، خانم میرخانی و خیلی های دیگه. در گروه بانوان من ویولون می زدم، در ارکستر سازهای ملی استاد پایور قانون می زدم. در ضمن خدمت بگم من وقتی دیپلم گرفتم اصلا ساز نداشتم. ازدواج که کردم مرحوم دلشاد در بهارستان یک ساز قانون آورده بود از مصر که اولین قانونی بود که من داشتم. اون موقع به مبلغ 5000 تومان من خریدم. 5000 تومان اون موقع یه خونه 90 متری میشد بخری. این شد که دیپلمم رو گرفتم و ازدواج کردم. سال 47 ازدواج کردم و 20 سالتون بوده؟ نه خیر 17 سالم بوده. خب ثمره ازدواجم دوتا فرزند پسرم مهندس علیرضا ستوده که الان در زمینه ساخت ساز قانون کار میکنه، دخترم الهام ستوده که هم گریمور بودن، طراحی و گرافیک خونده، طرح یکی از کارهای منم ایشون داده، سبزه ریزه میزه رو. به هر صورت رفتم دانشگاه. بله وارد دانشگاه شدم و همسرم اول مخالف بود. یک سال وارد دانشگاه شرکت کردم، قبول شدم، ایشون اجازه نداد برم و بعد من مقداری خب اوقاتم تلخ شد و ناراحت شدم و من به دانشگاه رفتم در سال 1351. یعنی برای دومین بار که شرکت کردم قبول شدم و برای همساز ویولون امتحان دادم و همساز قانون که برای هر دو قبول شدم. اون تا زدیات دکتر صفت فرمودن که تو، چون میگم یه چیزایی رو قانون پیاده میکن، گفتن تو میتونی که قانون رو به یک جایی برسونی، ما از شما میخواییم که ویولون نزنید و قانون رو ادامه بدید. منم خب قانون ایرانی که نزده بودم، با نظارت ایشون که با ستار اجرا میکردم و آقای نورعلی برومند سعی میکردم که مطالب رو روی ساز قانونم پیاده بکنم. از دانشگاه رفتم مرکز افسشای دکتر صفت که منو دیدن و دیدن انقدر کوشا هستم و یه قطعه های رو پیاده کردم رو ساز قانون و اینا، من بردم مرکز افسشای. خب مرکز افسشای یه دی رو پیش خودشون جمع آوری میکردن، یعنی کسانی بودن که بچه هایی بودن که کار میکردن و پرورش پیدا میکردم و هر کدوم یه اتاق در اختیار داشتیم، یه ضبط امپکس داشتیم، نوارای ریل به ما میدادن و از کلاس های مختلف، مثلا کلاس استاد کریمی، خود آقای دکتر صفوت، آقای برومند،
آقای دوامی، آقای هرمزی، آقای فروتن و کلاس‌های مختلف. کنسرت‌هایی هم که می‌دادیم از کنسرت‌های قبل از انقلاب من با خانم پریسا هستش، موجوده تک و توک هست بیرون. در جشن هنر شیراز شرکت کردیم چند بار. سال 1151 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با رشته تخصصی ساز قانون که اولین پایان نامه در زمینه این ساز بود که در زمینه تاریخچه این ساز و ابداعاتی که روی این ساز شده و اصلا خود کلمه قانون مفهومش چیه. از کتابای مختلف استاد راهنمام زندیات دکتر مسعودیه بودن و آقای دکتر صفت بودن. در همون حینم استخدام، یعنی همون سال 48-49 استخدام آموزش و گسترش شدم و به این ترتیب من خب اونجا مشغول کار رسمی، یعنی پیمانی شدم، بعد رسمی شدم. نگفته نماند الان با 21 روز و 4 ماه حقوق، چون زودتر خودم بازنشست کردم، دولت یه لایحه‌ای داد. از شرایط محیط خیلی ناراحت بودم برای کار موسیقی بعد از انقلاب، بنابراین بازنشست کردم خودم رو و با 21 سال و 4 ماه 1,050,000 تومان از دولت دریافت میکنم. من خدمتتون عرض کنم که یک برنامه‌ای بر ما پیش اومد از زمانی که در فرهنگ و هنر بودم که باید میرفتیم و برنامه اجرا میکردیم. من دوست نداشتم به غیر از سالن رسمی در جایی برنامه اجرا بکنم و سر باز زدم، منو بردن به اون موقع اطلاعات امنیت میگفتن، چی میگفتن، مال اداره، مال خود اداره، خدا رحمت کنه آقای روحانی، ایشون چیز کردن که یه نامه ندامت گذاشتن و بنویس و فلان، وگرنه اخراج میگفتم اخراج کنی. من جایی مثلا پادگان ها شما باید اون برنامه اجرا کنی، من هرگز دوست نداشتم یه همچی کاری بکنم، میدونید، یعنی در شأن خودم نمیدیدم. و خب من اون نامه رو امضا نکردم و چون نامه رو امضا نکردم منو اخراج کردن و در ضمن در هنرستان رسمی بودم به عنوان ساز دوم قانون رو درس میدادم. از همه جا اخراج شدم، 6 ماه اخراج شدم. من 6 ماهی که اخراج شدم با کارهای صنایع دستی زندگیمو گذروندم، یعنی اصلا حقوقم کلا قطع شد، از همه جا اخراج شدم، ولی در مرکز حفظش‌های همچنان بودم. در اون زمان 6 ماه یک بار یک برنامه تکنوازی برای من جداگانه و برای آقای مشکاتیان در تالار درویش مرکز افسشای دکتر صفت ترتیب دادن. تمام اساتید سازهای مختلف هم دعوت کرده بودم، من جمله استاد دهلوی که من سالیان سال بود حالا دیگه ایشون ندیده بودم چند سال بود. وقتی من برنامه‌ام تموم شد و من دیگه کاملا به سبک ایرانی ساز می‌زدم رو قانون، گفتن شما باشید که من با شما کار دارم تو دفتر. گفتم وای خدا، باز چه حرکتی شد که ایشون غضب کرده و اینا. بعد که کارمون تموم شد اومدن و اینا و خیلی من تشویق کردن، گفتن خب حالا چه کار میکنی؟ گفتم والا 6 ماه اخراجم کردن اینجور. گفتن چرا؟ گفتم به این دلیل، به این دلیل، فردا بیان من یه نامه بهتون بدم. نامه رو به من دادن و من رفتم و دوباره به هنرستان‌ها و دوباره دعوتم کردن برای کارهای کنسرت ارکسترا که مثلا باز کنسرت بدم. گفتم دیگه فرهنگ و هنر نمیام. استاد پایور سرپرست، یعنی رهبر ارکستر سازهای ملی فرهنگ و هنر بودن و من هم نوازنده ساز قانونشون بودم. استاد پایور خیلی از من دلخور شدن البته، بعد برشون توضیح دادم، چون تا همین اواخری هم که ایشون به رحمت خدا رفتن من خدمتشون میرفتم به دستبوسیشون.